سونامی کرونا و فاجعه انسانی در سیستان و بلوچستان. گفتگوی ما با آقای مهیم سرخوش، عضو شورای مرکزی حزب بلوچستان، اتفاقی را می‌شنویم. آقای سرخوش، سلام دارم به شما. اولین بار هست که در رادیو پیام شرکت میکنیم، بهتون خوش آمد میگم. خبرها بسیار نگران کننده هست. ما در واقع موج پنجم کرونا هستیم و خبرهایی که از منطقه مخصوصا در سیستان و بلوچستان به گوش میرسه نشان از یک سونامی است که فاجعه انسانی رو داره رقم میزنه. اگر امکان داره یه مقدار برامون بیشتر توضیح بدید که شرایط در چه شکلی هست، به چه شکل هست، و به هر حال به ادامه برنامه رو با هم داشته باشیم. بفرمایید. با سلام خدمت شما و شنوندگان رادیوتون و بینندگان رادیوتون، بنده مهم سرخوش هستم، مسئول روابط خارجی حزب بلوچستان راج اتفاقی. بله، بذار یک گذری بکنیم، به چند سال قبل برگردیم که بحران کرونا در ایران علنی شد به صورت رسمی. بعد از اینکه ماها پنهان کردند کرونا در قمرو، در 3 بهمن 1398 تایید شد که کرونا در واقع در ایران هست. در همون بهبوه مثلا یه سری زائرها، چون هر سال زائر میبرند با پول ملت ایران، مردم ایران و بودجه این مردم، زائران پاکستانی، زائران شیعه پاکستانی و افغانستانی رو جمع میکنند، اینا رو از طریق بلوچستان با ماشین میبرند به قم و به تهران و به مشهد و با پول خودشون هم دوباره اینا رو بر میگردونن. این زائران که ماها در این بهبوه که کرونا در قم جولان میداد، اینا اونجا بودند و اکثرشون مبتلا شدند. اینا رو آوردند در شمال بلوچستان، از جمله زاهدان خاش، که به اصطلاح ردشون بکنند به کشورهای خودشون. ظاهراً اینا اینطور عدوان کردند که راه ها بسته است، مرزها بسته است، پاکستان و افغانستان مرزاشون رو بستن، ما نمیتونیم اینا رو بفرستیم، و اینا رو راه ها کردند چند ماه در شهر زاهدان و اطراف، میرجاوه و همچنین خاش، و اینا این کرونا رو در واقع پخش کردند در بلوچستان. در سال 1395 جنوب بلوچستان و جنوب کرمان که بلوچ نشین هم هستند و بخشی از هرمزگان که اونجا هم بلوچ نشینند، سیل اومد، سیل خیلی شدیدی، و با توجه به اینکه از قبل مثلا هواشناسی اعلام کرده بود که بارندگی شدید میشه، در بلوچستان 500 ساختند سپاه پاسداران، حدوداً 40 سال این صدها ساخته شده. آب رودخانه ها اونجا جمع میشه، تبخیر میشه، این آب رو نمیذارن که پایین همین صدها، مردم تشنند، آب کشاورزی، نه برای کشاورزی دارن نه برای آشامیدن، و این آبها تبخیر میشه، و این سیاست سپاه پاسداران و وزارت اطلاعاتی که میخوان جنوب بلوچستان تبدیل بشه به یک خشکزار و یک بیابی عمدی رو ایجاد کردند. با توجه به اینکه این صدها پر بود و هشدار داده بودند که بارندگی شدید میشه، سپاه پاسداران به موقع آب صدها رو مثلا باز نکرد، صدها رو باز نکرد که آبشون کمتر بشه. وقتی که بارندگی شدید شد، این آب صدها لبریز شد و اونا در همین بهبوه همزمان باز کردن صدها رو و جنوب بلوچستان تبدیل به یک دریا شد. خیلی از مردم جانشون رو از دست دادن، منازلشون رو از دست دادن،
و احشامشون هم از بین رفت، کشاورزیشون هم همچنین از بین رفت. تقریبا 2-3 هفته دولت اصلا به داد این مردم نرسید، هیچ که نیومد به اینا سر بزنه، با توجه به اینکه ارتش اونجا مستقر، سپاه پاسداران با امکانات وسیع، هلیکوپتر اینا، ولی نیومدن به داد این مردم برسن. خود خیرین از خود بلوچستان و استانهای دیگر به کمک مردم شتابتند. بعد از چند روز، بعد از 2 هفته، چندین کامیون بار از قم، قومی که ایزوله بود به خاطر کرونا و کرونا غاغا میکرد، یه چند کامیون بار آوردند از جمله ماسک اینا، که اینا رو پخش بکنند بین این سیل زدگان، و مردم مشکوک شدند، نیروهای اجتماعی مشکوک شدند، گفتند نه اینا امکان که مبتلا باشند به ویروس کروناش زیاده، ما تشکر میکنیم از مردم و قوم، اگه از مردم اینا رو برگردونید بهتره. و نیروهای سپاه مجبور شدن این هدایا رو به صلاح برگردونن، و اونجا قول دادن که بر میگردونن، منتها در مسیر راد رفتن دهات های کوچک و این هدایا رو پخش کردن، و این هم باعث شد که کرونا در جنوب بلوچستان شیوع پیدا بکنه. قبل این حوادث اصلا کرونا در بلوچستان نیومده بود، نرسیده بود. و به هر حال از اون موقع ببخشید من اینجا صحبت شما رو قطع کنم، به نظر شما چه سیاستی داره؟ چون اینطوری که مطرح میکنید گویی یک نوع عمدی بوده که کرونا رو در واقع در منطقه شایع بکنن، آیا این صحت داره یا استنباط من اشتباه است؟ نه این صحت داره. سپاه پاسداران و اطلاعات با مردم بلوچ طوری برخورد میکنه که اونا رو دشمن میدونند، و دشمن رو باید از بین برد. با کشت و کشتاری که در با اعدامه هایی که در طول این 40 و اندی سال انجام دادند به نتیجه نرسیدند، و مردم رو نتونستن از بین ببرند، با فقری که وجود آوردن عمدی نتونستن. و این کرونا یک هدیه آسمانی برای اونها بود که به این بهانه مردم را از بین ببرند و به گردن به صلاح آسمان و خدا و این سونامی بندازند، چون راحتر براشون توجیه کنند در اذهان عمومی جهان، اگر اعدام بکنند بیشتر، اگر بکشند خب به هر حال زیر سوال قرار میگیرن. ولی کرونا خب یه ذره ساده تره، میگن این سونامی است، این اپیدمیه، ما نمیتونیم کنترلش بکنیم از این حرفا. در کنار این عدم وجود زیر ساخت ها در بلوچستان جمله بهداشتی و درمانی، این باعث شده که و فقر مطلق، به خاطر اینکه 90% بیکاری در بلوچستان داریم، اکثر شغله ها دست غیر بلوچ هاست، خواستم شغلای امنیتی و نظامی، ما یک بلوچ هم در این شغل ها نداریم، حدود در 200-300 هزار سپاهی و ارتشی و بسیجی و اطلاعاتی اونجا مستقر هستند، حتی یک بلوچ از اینا نیست. در سالهای اخیر فقط چند هزار بلوچ استخدام کردند، فقط عنوان بسیجی، و از اونا رو مسلح کردن و ازشون به عنوان سفر انسانی استفاده میکنن، به عنوان جاسوس بیشتر. کادر اداری من 80%ش غیر بومی هستن، 20% فقط بلوچه، اونم در سطح های پایین. و طبیعیه که تنها روزنه ای که گذاشته بودن برای بلوچه ها، یا اینکه برن کشور خلیج برای کارگری، یا اینکه مثلا گازول کشی بکنن. جوانان تحصیل کرده برای لیسانس فوق لیسانس گازول کشی میکردن، منتها وابستگان رژیم که زیر دیپلم هم بودن، ما مدارک داریم در بلوچستان، صاحب شغله های مهمی هستند، و این گازول کشی رو هم بستند، این راه رو با کشتن گازول کشان سوختبران در سراوان
و سوخت شورش مردم در بلوچستان به نفع سوختبران و بر علیه این کشتار سوختبران چندی پیش. این روزنه را بستن و الان فقر مطلق در کنار اون عدم وجود امکانات، این باعث شده که کرونا یه فاجعه بزرگ به وجود بیاره در بلوچستان و خواستن در دهات که فاصله اونا با مراکز شهرها و مراکز درمانی خیلی زیاده، تا 200 کیلومتر 100 کیلومتر هم هست بعضی دهات ها. آیه سرخوش، برگردیم روی اون عدم زیرساخت ها و عدم امکانات ابتدا، بعد به اون ریشه فقر هم اگر مایل بودید نگاهی بکنیم. به هر حال از دستورات پزشکی این هستش که دست ها رو باید مدام شست، فاصله 2 متری اجتماعی رو باید رعایت کرد و باید ماسک زد و واکسن، در واقع این 4 دستوری است برای مقابله با مسئله کووید 19 یا همون به اصطلاح کرونا. این نیازمند خب یک سری ابزار هم هست، یعنی ما برای کسایی که مبتلا هستن نیازمند امکانات درمانی هستش. تا اونجایی که در خبرها ما مشاهده کردیم در این استانها، ما به ندرت میتونیم شاهد بیمارستان باشیم یا جمعیت میلیونی، شاید 1 یا 2 نفر، بیشتر متخصص ندارن. اگر امکان داره این روی مقدار بیشتر باز کنه شرایط درمانی، در واقع امکانات درمانی در اونجا در اون منطقه به چه شکل هستش، تا با هم ادامه رو داشته باشیم. بفرمایید. ببینید در بعضی شهرها حتی ویتامین سی و دی گیر نمیاد. در سراوان دیروز اعلام کردند که تمام شهر رو گشتن، حتی یه سرم معمولی آب و نمک، آب و مقطر و نمک پیدا نمی کنند و اوضاع در تمام شهرها کم و بیش به همین منوال است و رژیم از طریق مسئولان خودش اعلام میکنه که ما واکسن دادیم به بلوچه ها، بلوچه ها واکسن نمیزنند. این به صلاح تقصیر خودشونه، یعنی میخواد مردم رو مقصر اعلام بکنه و این دریافت حقیقت نداره. من با خیلی صحبت کردم، میگم ما میریم، میگم به مراکز مراجعه میکنیم، میگم واکسن نیست، یه هفته دیگه برگردید، 2 هفته دیگه برگردید. و الان هم با توجه به این بحران در کلاب هاوس اتاقایی هست و حتی برخی کارکنان بخش درمانی هم میان اونجا صحبت میکنن و از کمبودها هم گاگایی بیان میکنن، هرچند که ترس اینو دارند که شغلاشون از دست بدن، ولی لابلای صحبتاش شما میبینیم که هیچ امکاناتی نیست و اوضاع خیلی بحرانی هست. به همین دلیل و خیلی هم وقت ماسک ها رو که قبلا فروختن در داروخانه ها، این ماسک ها کسی بوده، خونی بوده برخی ها، معلوم است که ماسک ها استفاده شده و دوباره بسته‌بندی شده و مردم به همین دلیل اطمینان نمی کنند به حتی این ماسک هایی که در بازار هست اگر باشه، و در خیلی از شهرها نیست. به واکسن هم طبیعتا واکسن نیست، ولی خب واکسنی که به تایید بهداشت جهانی هم نرسیده، از اون واکسن های چینی و روسی و کوبایی و اینا، البته همین رو هم نیاوردن. خود کارکنان این درمانی تو کلاواز گفتند که یه مقدار خیلی کمی رو آوردند برای بلوچستان تخصیص دادند. یعنی از واکسن هایی که وارد کردن به نسبت جمعیت بلوچستان فقط 1/3 اون واکسن هایی که قرار بوده سهمی بلوچستان بشه اونا رو به بلوچستان فرستادن و این خب حدودا 100 هزار واکسن با یک جمعیت نمیدونم
چهار پنج میلیونی کافی نیست طبیعتاً بله و سریع تموم میشه. بله آقای سرخوش، بحث در واقع یکی از موارد دیگه وضعیت ماندن در خانه هستش. در صحبتاتون اشاره به وضعیت فقر مطلق در منطقه کردید، مسئله سوخبران و اون فجایعی که ایجاد کردن. در واقع در کل ایران ما الان شاهد هستیم که یا باید از کرونا بمیرن یا از گرسنگی، و این مسئله در اون منطقه هم مستثنا نیستش. اون شرایط فقر مطلقی رو که مطرح میکنید، الان این رابطهش با کرونا رو به چه شکل تعریف میکنید و مردم چگونه دارن به هر حال زندگی میکنن در اون منطقه؟ الان که وضعیت خیلی حاد شده، مسئولین اعلام کردن در برخی شهرها مردم بمونن در خونه ها، مثلا 10 روز در ایران شهر اعلام کردن. خب مردم وقتی که چیزی ندارن برای خوردن، خواستن طبقه مستضعف که میرن کنار خیابون وامیستن تا یکی بیاد و از اینا رو ببرد، از نیروی کارش استفاده بکنه، یک دستمزد بده که غروب با این دستمزد چیزی رو بخرند برای زن بچهشون، نونی چیزی بخرند برای زن بچهشون ببرند. خب این چطوری میتونه مثلا 10 روز در خونه بمونه بدون که خودش و بچهاش بدون آب و غذا باشند؟ در بلوچستان همه چیز صفه، وقتی میری مرغ بخرید صفه، وقتی که بری کپسول گاز بخری صفه، صفای طولانیه. آبر بانکی هم اونجا هم صفه، همه جا بری صفه، بخاطر اینکه امکانات به اندازه کافی نیست. و خب این باعث میشه که مردم نتونن رعایت بکنند. خب البته ما معتقدیم که مردم با وجود این، با وجود همه مشکلات، باید رعایت بکنند، چون راه چاره دیگری نیست، دولت بهشون نمیرسه، خودشون باید به همدیگه برسن. ولی اولویت ها وقتی که شکم مردم خالی باشه، خب فکر اینو نمی کنن که کرونا شاید ما رو بگیره و از بین ببره. میگن که همینطور که شما فرمودید، یا از گرسنگی میرند یا از کرونا، و اونا ترجیح میدن که از گرسنگی نمیرند، چون کرونا روش میگن شانسش، ریسک این که مبتلا بشن 50-50 است. ریسک این که تو خونه بمونیم و بدون غذا بمونیم، اون حتمیه، اون مرگ حتمی است. بله، در همین اتاقای کلاب هاوس هم مواردی مطرح شد در رابطه با کمک از سازمان های جهانی و خیرخواهانه که بتونن در واقع نقش بیمسئولیتی و نامدیریتی دولت رو به عهده بگیرن و در واقع واکسن رو بیارن و مردم رو واکسینه کنن، ولی در همون صحبت ها اشاره شد که حاضر نیستند اینها رو به جمهوری اسلامی بدن. یه مقدار اگه میشه راجع به این بیشتر توضیح بدید. به هستند سازمان های جهانی که کمک میکنن در این موارد، در مورد وقتی که اپیدمی هست، ولی کشور باید قبول بکنه، کشور باید بپذیره که احتیاج به کمک داره. و متاسفانه جمهوری اسلامی همیشه اعلام میکنه ما یک کشوری هستیم که خودکفاییم و هیچ احتیاجی به کمک نداریم، و درهاشون رو برای این سازمان ها باز نمیکنه. بیشتر برمیگرده به اون، اگر اینا رو بذارم برم بلوچستان و اون فقر رو ببینند، اون فقر مطلق رو، طبیعتا اونا عکس العمل نشون میدن، گزارش تهیه میکنند و این اخبار به بیرون از اون بلوچستان درج پیدا میکنه و جمهوری اسلامی زیر سوال میره، دروغاش برملا میشه. به همین دلیل نمیگذارند که سازمان های خیریه اونجا حضور پیدا بکنند و به داد مردم برسند، خودشون هم که نمیرسند. و ما بارها در جریان اون سیلی که شده بود به این سازمان ها نامه نوشتیم، درخواست کمک کردیم، میگفتند که
ایران غیر ممکنه، ما رو نمیذارن اونجا بریم فعالیت داشته باشیم. خب این مسئولیتش با عهده جمهوری اسلامی، وقتی که خودش کفایت، خودش عرضه کمک به این مردم رو نداره یا نمیخواد کمک بکنه. به قول یکی از مسئولین که در کلاب هاوس بود میگفت جمهوری اسلامی نمیخواد به بلوچستان کمک بکنه. خب ما هم، من شخصم بهشون گفتم خب نمیخواد کمک کنه، محترمانه گفتم به گورشون رو گم کنه، از اونجا ما خودمون این بحران رو مهار میکنیم، مدیریت میکنیم. ولی وقتی که اونجا هستن با نیروهای مسلح، نه ما رو میذارن که کاری بکنیم خود مردم بومی رو و نه سازمان های بین المللی رو. خب این یک جنوسید، یک نسل‌کشی محسوب میشه، یک قتل عام عمومی محسوب میشه، چون مردم رو رها میکنن به حال خودشون با یه اپیدمی که وحشتناکه. در واقع جمهوری اسلامی این راه رو انتخاب کرد، یعنی بذار مردم بمیرن ولی نه حاضر کمک بگیره از خارج کشور، از سازمان های جهانی، و نه کنترل رو به دست مردم بومی میده که خودشون به داد خودشون برسن. بله، توی یک بعضی از آمارها آمده، من البته نمیدونم تا چقدر این صحت داشته باشه، میگن تقریبا بیش از 80 تا 90 درصد خانواده ها از جمعیت 2,700,000 نفری حداقل یک یا دو بیمار یا فوتی ناشی از شیوع کرونا داشتن. این واقعا فاجعه هستش که ما با اون روبرو هستیم. تا چقدر شما با این مسئله موافقی؟ با این آمار؟ من با افراد زیادی در طول این چند روز صحبت کردم و متاسفانه صحت داره، در دهات های دور تمام خانواده ها مبتلا هستند و افراد خودشون داره از دست میدن، اعضای خانواده هاشونو، حتی در سنین پایین کسانی فوت کردن به خاطر این کرونا. یکی از مسئولینی که فعال در زمینه خیرین و جمع آوری کمک، فعال اجتماعی، این دیروز خواهرزادش رو از دست داد. یکی خودش فعال بود، به مردم کمک میکرد، خواهرزاده جوانشو. بنابراین این متاسفانه این صحت داره خیلی از خانواده، چون میدونی که خواستن در دهات ها مردم ممکنه در یک اتاق دو تا زندگی بکنند و یکی مبتلا بشه دیگه همه مبتلا میشن. با توجه به کمبود آب که هست، امکانات بهداشتی هم هست، خب این یه فاجعه میشه، چون مردم میرن مسجد نماز میخونن یا اینکه از آب هوتک، آب گودال استفاده میکنن. همین آب وقتی که بره دستاشو بشوره، ویروس اونجا پخش میشه و بعدی که میاد آب ببره، خب سرایت پیدا میکنه این ویروس. این مسائل مشکلات هست متاسفانه، و ببینیم بله چی میشه. فقط آی سرخوش خودشونه دارم. بله آی سرخوش، یکی از مواردی که الان به هر حال بعد از این موجهای متفاوتی که دنیا حتی با اون شاهد بوده، مسئله شکل جدید ویروس کرونا است که به نام دلتا معرفی شد و این نوع هندی اون هستش که حداقل اینجا در کانادا مرز هوایی خودش رو و پروازاش رو با هندوستان و پاکستان قطع کردن و اجازه این رفت آمد رو نداشتن تا بتونن اون رو کنترل بکنن. ما میدونیم که روابط در واقع بومی ها در منطقه بسیار عادی است در عبور از مرزها. تا چه حد روی این مسئله کار شده که مانع از شیوع اون نوع در واقع دلتا در منطقه بشه که قدرت در واگیری اون 75 درصد از خود کرونا شدیدتر و بیشتر هستش؟ هندی ها یه سری فعالیت های اقتصادی در بندر چابهار دارن، یه سری قرارداد جمهوری اسلامی با هندی ها بسته در مورد بندر آزاد چابهار و اونجا حضور دارن، رفت آمد میکنن به هندوستان. طبیعتا این ویروس از این طریق وارد میشه، در از زاهدان پرواز مستقیم به هندوستان است و این پروازها هنوز هم
ادامه داره، یعنی قطع نشده و اینا کانالایی هست که به هر حال ویروس مبتلا میشه. بعد پاکستان مرز بین ایران و پاکستان، یعنی دو بخش بلوچستان، مردم با توجه به اینکه باز هم سختگیری هست، تمام مرز رو دیوار کشیدن مثل دیوار برلین و سیم کشی کردن، ولی با وجود این فقر باعث میشه که مردم تردد بکنند و بعضی از مایحتاج زندگیشون رو از جمله روغن و نمیدونم قند و اینا رو اونور مرز تهیه بکنند و از این ور یک کالایی برای اونجا بفروشن و از اونجا یه چیزی بخرند برای خانوادهشون یا برای فروش. اینا باعث میشه که طبیعتا این ویروس هم از این طرف به اون طرف بره و هم از اون طرف به این طرف بیاد طبیعتا، و هیچ گونه محدودیتی که من پرسیدم در این ترددها وجود نداره. در واقع با تردد هندی ها رو می گرفتم. در واقع جمهوری اسلام همون کاری میکنه که وقتی که کرونا اومد به قم از طریق طلبه های چینی، مدت طولانی آسمان ایر هواپیمای آسمان تردد میکرد بین چین و ایران و قطع نکردند، خیلی طول کشید تا این کار رو کردن با فشار عمومی. و الان در بلوچستان همینطوره، این هواپیما ها میره، بالاخره پرواز هفتگی داره، هر هواپیمایی حداقل 150-200 نفر مسافر هم میکنه، میره اینا هند یا هندیا میان به زاهدان و به بلوچستان و این ویروس پخش میشه متاسفانه، و این نوع دلتا است که در بلوچستان داره جون آدم ها رو میگیره. بله، در پایان به هر حال این موضوع فقر و فشارهایی که متاسفانه در بر مردم سیستان و بلوچستان وارد شده سیستماتیک هست و ما این رو سالهاست که شاهدش هستیم متاسفانه. من خواستم ببینم چه از دید شما چه راهکارهایی رو میشه در دستور کار گذاشت که از این فجایع تا اونجایی که میشه جلوگیری کرد. آیا این چه کار میشه کرد رو نمیدونم، آیا شما فکر میکنید راهکاری هست که از این فجایع بخواد جلوگیری بکنه؟ والا با توجه به اینکه قدرت دست نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران در بلوچستان، بدون اجازه اونا کار عمده ای نمیشه کرد. تنها کاری که میشه کرد سازمانهای خیرین چه در خارج و چه در داخل کمک جمع آوری بکنند تا مردم حداقل سبد غذاییشون برای یک ماه تأمین بشه و اینا در خونه بمونند و از این زنجیره ویروس کرونا پخش ویروس بشکنه. طبیعتا این تلفات رو خواهد گرفت، تلفات جانی خواهد گرفت، ولی اگر این زنجیره شکسته بشه ممکنه جلوی تلفات بیشتر رو گرفته بشه. در این صورت امیدی مردم ندارن اونجا که جمهوری اسلامی واکسن بخره از واکسن های معتبر جهانی و اینا رو به مردم بلوچ و سایر مناطق دیگر هم همینطور هست مشکلات هست اهدا بکنن، واکسینیزاسیون رو متاسفانه آقای خامنه ای تصمیم گرفت که ما واکسن ها رو نمی خریم، واکسن های غربی رو، و معلوم نیست چه واکسن های اینا آوردن، اینا تاثیر میگذاره یا اینکه برعکس اینا واکسن هایی هست که نه تنها تأثیری نمیذاره بلکه اثرات مضرشون بیشتره تا تأثیر مثبتشون برای جلوگیری از کرونا. و یکی از دلایلی که مردم به هر حال مشکوکن به تمام اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام میده در این زمینه. و مردم حق دارن، به هر حال ما شاهدیم که
حداقل 7 تا واکسن رونمایی شده، یک خط اطلاعات علمی از تأثیرات و یا شیوه کاری که به هر حال اینا به کار میبرن بیرون نیامده، معلوم نیست واقعا این واکسن ها به چه شکستش و متاسفانه اینها دارن روی انسان ها آزمایش میکنن، همونطور که شما هم اشاره کردید. و هر حال جامعه ما متاسفانه با ویروسی هولناکتر از کرونا 42 سال هست که روبروست، که امیدواریم بتونیم از شر اون هرچه زودتر رها بشیم. گفتگوی ما با مهیب سرخوش، عضو شورای مرکزی حزب بلوچستان تباکی رو شنیدید. آقای سرخوش، سپاسگزارم از وقتی که به ما دادین و در این گفتگو شرکت کردین. ممنون از دعوتتون. خداحافظ. رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفاکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را ز میان. از نو فلکی دیگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.